اما دماسنج‌هایی هستند که به دماسنج‌های یو شکل یا دماسنج‌های ماکسیموم مینیموم اینها مشهور هستند. سلام، امروز میخوام در رابطه با علل کاهش راندمان در فارم‌های پرورش مرغ تخم‌گذار و بلدرسین نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید ما در فارم‌های مرغ تخم‌گذار و بلدرسین گاهی وقتا و بعضی وقتا دچار افت تولید میشیم، دچار کاهش راندمان میشیم. اینها رو بررسی کنیم و آیتم‌های مورد نظر خودمون رو ارزیابی کنیم تا بتونیم اون موردهایی رو که باعث افت تولید شده و کاهش تولید شده اینها رو ما برطرف کنیم که ما بتونیم به تولید اصلی خودمون برسیم. یکی از پارامترهای خیلی مهمی که در کاهش تولید نقش داره بحث جیره است. دوستان ببینید، بعضی وقتا مدیریت مربوط به فارم یا مدیران فارم، تکنسیان ها و کارگران چنین مثلا تصور میکنن که حتما اون جیره ای که براشون نوشته شده همون جیره میکس میشه و داده میشه به همه طیور. اینجوری نیست. ما در ارزیابی های خودمون، در نظارت هایی که در فارم های طیور داشتیم و فارم های بلدرچین داشتیم، اصلا این مسائل مطرح نبوده. گاهی وقت اصلا کارگران خودشون یه تصمیماتی رو میگیرن که خارج از اون چارچوب مربوط به بالانس کردن جیره و میکس کردن جیره است. بعضی وقت ما رفتیم مشاهده کردیم و پرسجو و در واقع ارزیابی هایی که از داخل انبار و دان داشتیم، کارگران به ما میگفتند که چه نیازی است ما امروز مثلا 50 گرم منگنز رو دیگه نزنیم، چون اینقدر منگنز در واقع چه تأثیری روی دان ما داره. اینها رو دوستان ببینید، حتما شما مد نظر داشته باشید، زیرمون بالانس باشید، زیرمون رو از یه جایی بگیرید و بخرید که حتما مطمئن بشید که انرژی و پروتئین شما حتما بالانس شده است، چربی شما بالانس شده است، فسفر کلسیم شما بالانس شده است، تمامی در واقع اسیدهای آمینه‌ای که شما مورد استفاده قرار دادید اینها همش باید بالانس بشه. اینها رو مد نظر قرار بدید و گاهی موقع شما مشاهده می‌کنید که مواد معدنی و مینرال‌ها و ویتامین‌هایی که شما در فارم مورد استفاده قرار میدید اینا اصلاً از یه جاهایی خریداری شده که از اون کیفیت لازم رو نداره. به همین خاطر ما دچار افت تولید میشیم. این یکی از نکاتی بود که خدمت دوستان لازم دیدم عرض کنم. نکته دوم بحث دما و حرارت است. عزیزان ببینید، توی حرارت خیلی حساس باشید. توی بحث دما شما دیگه نمیدونید واقعا، اگر هر روز و هر ساعت در داخل فارم باشید بتونید چک کنید خودتون و کنترل کنید از طریق مانیتورینگ و از طریق کنترلرهایی که داخل سالن خودتون گذاشتید، میتونید این بحث رو خودتون در داخل فارم حل کنید. ولی همیشه که داخل فارم نیستید، شما داخل سالن که نیستید، به صورت میدانی بتونید مسائل و مشکلات مربوط به فارم خودتون رو ارزیابی کنید و حل کنید. کارگران عزیزمون بیشترین در واقع ساعت‌ها رو و زمان‌ها رو در داخل فارم سپری می‌کنن، ولی گاهن بعضی وقتا سهلنگاری‌هایی در داخل فارم صورت می‌گیره. گاهن می‌بینید هیترها خاموش شدن، برقا رفتن، نمی‌دونم گازوئیل تموم شده، گاز قطع شده. همه اینها مشکلاتی هستند که یهو می‌بینیم کاهش دما صورت می‌گیره و کاهش دما در فارم‌های بلدرچین، حتی بوقلمون و مرغان تخم‌گذار، اینها باعث میشن که به شدت استرس وارد بشه به طیور و در روزهای بعد ما این کاهش تولید رو حتما خواهیم داشت. اما ما چگونه اطلاع پیدا کنیم که شبها یا در اون زمانی که اصلا ما متوجه نیستیم یا نیستیم خودمون دما اومده پایین؟ اما دماسنج‌هایی هستن که به دماسنج‌های یو شکل یا دماسنج‌های ماکسیموم مینیموم اینها مشهور هستن. این دماسنج‌ها رو اگر ما در نقاط مختلف فارم اینها رو نصب کنیم، اگر سهلنگاری از طرف کارگر صورت گرفته باشه، حتما این دماسنج‌ها فردای اون روز برای ما نشون میدن چه اتفاقاتی در داخل سالن صورت گرفته. دوستان حتما دماسنج‌های ماکسیموم مینیموم رو در داخل فارم خودشون نصب کنن تا بتونن ارزیابی و کنترل خوب و بهتری رو بر روی فارم خودشون داشته باشه. مورد بعدی بحث رطوبت هست. رطوبت سالن رو حتما باید ما کنترل کنیم. اون 60% که در مرغان تخم‌گذار، 65% که در دفترچه های اینها، در کاتالوگ اینها رعایت شده، حتما اینها رو رعایت کنیم. اگرچه
کارگران متوجه این قضیه نشن، شما حتما خودتون این توصیه ها رو به کارگران عزیزمون داشته باشید که این رطوبت رو ما پایین نیاریم، چون هر چقدر رطوبت پایین بیاد به همون میزان مشکلات مرغ‌های تخم‌گذار به همون اندازه بالا میره و اگر میزانش و شدتش از اونم بیشتر باشه مشکلاتمون زیاد میشه. مورد بعدی بحث گازهای خطرناک در داخل سالن هست. دوستان ببینید، شما میتونید سنسورهایی رو در داخل سالنتون وصل کنید که این سنسورها نشانگر باشند و سیگنال‌هایی به ایمیل شما، به موبایل شما، به گوشی شما ارسال کنند که دیوکسید کربنتون بالا رفته، سی او شما بالا رفته، نیترات بالا رفته، آمونیاک بالا رفته. اینها رو میتونید شما در واقع کنترل کنید که افت تولید و کاهش راندمان در فارم‌های مرغ‌های تخم‌گذار و بلدرچین و حتی بوقلمون‌ها اینها رو نداشته باشید. از طریق این 4 آیتم شما میتونید کنترل بیشتری رو بر روی فارمتون داشته باشید که بتونید از بیشترین سود در فارم شما بهره مند بشید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. شیر و سیو و لایک یادتون نره. اگر نظری داشتید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.